سلام و درود به شما دوستان عزیز. شهرام شب‌پره که از دنیای موسیقی خداحافظی کرده گفته شده که میخواد آمریکا را برای همیشه ترک کنه. یک ماجرای کلاهبرداری عجیب هم برای او اتفاق افتاده بود. یکی از دوستان صمیمی 50 سالش از او کلاهبرداری کرد و 400 هزار دلار از او دزدید. ماجرای بسیار عجیبی بود، اما همسر شهرام کار جالبتری انجام داد که در ادامه ویدیو خواهیم دید. لطفاً قبل از دیدن ادامه ویدیو کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید. در یک روز سرد زمستانی 17 بهمن 1326 شهرام شب‌پره در تهران به دنیا اومد. حالا او بعد از 60 سال کار هنری و در 75 سالگی از دنیای موسیقی خداحافظی کرد. پدرش محمد شب‌پره نظامی و سرهنگ بازنشسته ارتش بود و شهبال شب‌پره هم برادر اوست. مادرش هم خانم فروغ‌الزمان مدیر و معلم دبیرستان بوده که تار هم می نواخته. خواهرش هم به صورت حرفه‌ای گیتار و پیانو می نواختن. توی این خانواده موسیقی یکی از مهمترین کارهایی بوده که انجام می دادن. شهرام از اوایل دهه 40 کار موسیقی را شروع کرد و در سال 1343 وقت 17 ساله بود به همراه ابی و سیاوش قمیشی گروه موسیقی شورشیان را تشکیل دادند و در مدت بسیار کوتاهی درخشیدند. سال 56 اولین آلبومش به نام گرگبره را منتشر کرد تا اینکه قبل از وقوع انقلاب در ایران به آمریکا رفت و در سال 59 وقتی در آمریکا بود آلبوم دیار و بعدش آلبوم هیچ کجا ایران نمیشه را منتشر کرد. قبل از انقلاب میخواست با لیلا فروهر به آمریکا بره و با هم اجرا کنند، اما لیلا نتونست ویزا بگیره. به همین خاطر با شهره سولتی به آمریکا رفت. قرار بود که به لس آنجلس برن، اما شهره در نیویورک گفت که من به لس آنجلس نمیام و کدورتی بین آنها اتفاق افتاد که باعث قهر چند ساله آنها شد. بعدش خانم گوگوش با شهرام شب‌پره به اجراهای مختلف می رفتن که خانم گوگوش هم نتونستن قربت را دووم بیارن و تصمیم گرفت همون اوایل انقلاب به ایران برگرده. شهرام خواننده غریبی بود که روزهای خیلی سختی را گذروند. اون موقع لس آنجلس مثل الان پر از ایرانی نبود و او تک و تنها و حتی پدرش سرهنگ شب‌پره هم که داخل ایران بود باهاش تماس گرفته بود و گفته بود که اصلا به ایران نیا، چون روی دیوار خونه دارن فحش می نویسن و اینجا اگر بیای من نگرانم که برات اتفاقی بیفته. شهرام با 100 دلار به آمریکا رفته بود و اونجا زندگی جدیدی را شروع کرده بود. برنامه‌هاش خیلی کم شده بود تا اینکه آهنگ دیار را خوند. به گفته خودش آهنگ دیار زندگیش را عوض کرد. 48 ساعت بعد از اینکه این آهنگ منتشر شد همه در تعجب بودند که این آهنگ چطور سریع اینقدر به ایران رسید. اون زمانها که اینترنت نبود آهنگ دیار کاری کرد که شهرام شب‌پره حالا از اون همه بی برنامه بودن مدام به عروسی ها دعوت می شد و ایرانی های خارج از کشور که می خواستن عروسی بگیرند از او دعوت می کردن. او هم در آمریکا و اروپا مشغول اجرا بود و از نظر مالی وضعیتش کم کم خوب شد. بعدش آلبوم دیار رو هم منتشر کرد و بعد از اون در سالهای آینده 20 آلبوم دیگر هم ساخت. وقتی 50 سالش بود با خانم نسترن ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دختری به نام دنیاست. این زوج سالهاست که در کنار همدیگر زندگی می کنند. در کنسرت 11 فروردین 1396 در مالزی چند نفر در زمان اجرا بهش حمله کردند و باعث شکست شدن سر و استخوان و در نهایت بستری شدن او در بیمارستان شدند. این خواننده و ترانه‌سرا تجربه حضور در سینمای ایران را هم داره، البته قبل از انقلاب. ماجرای تلخ کلاهبرداری شهرام شب‌پره، دوست 50 ساله‌اش باعث شد که او 400 هزار دلار ضرر کنه. او گفته این دوستان 50 ساله من قرار بود در ازای 400 هزار دلار که بهشون میدم 2 آپارتمان در ترکیه برام بخرن، اما پولم را برداشتن و به ایران فرار کردن. اونا تصور میکردن که من نمیتونم به ایران برم، به همین دلیل نمیتونم پولم رو پس بگیرم.
اما همسرم به ایران رفت و با حکم دادگاه اونا رو بازداشت کرد و یکیشون به زندان افتاد. شهرام شب‌پره گفته یکی از دوستان قدیمیم که خیلی هم بهش احترام میگذاشتم و یکی از بزرگان ورزش ایران هم بود، وقتی تو آنتالیا بودم به همراه داماد و دخترش پیش من اومدن و من گفتم چقدر اینجا زیباست، انگار ایرانه، مثل شمال خودمونه. من وسوسه شده بودم که اونجا یک آپارتمان بخرم و گاهی به اونجا سر بزنم. یکی از اونا به من گفت بیا این آپارتمان رو بخر. من گفتم پول ندارم. گفت 10,000 دلار فعلا بده و بقیهش هم از طریق کنسرت ها و کارهای دیگه جور کن و بده. 7 ماه کار کردم، 150,000 دلار وام گرفتم، قرض کردم، کنسرت گذاشتم و بالاخره 400,000 دلار پول جور کردم و برای اونا فرستادم. دلم از این شکست که من تو عروسی کسی که پولم رو خورد مجانی خوندم. دوستی 50 ساله‌ای که باهاشون داشتم، دلم از این شکست که سایت‌های خبری ایران تیتر زدن من شریک این کلاهبردارها هستم، در حالی که من شاکی بودم. این آدم در آخرین تماس تلفنیش به من گفت اگه میتونی بیا پولتو بگیر، من ایرانم، جایی که تو نمیتونی بیای. که خدا رو شکر خانم من رفت به ایران و 2-3 ماه از زندگیمون زد و پیگیری این ماجرا رو کرد و باعث شد که این کلاهبردار دستگیر بشه. البته من فقط تنها نبودم، این آدم سر 19 نفر دیگر هم کلاه گذاشته بود. آقای شب‌پره گفتن آرزوم اینه که برم تو مملکت خودم اونجا زندگی کنم، حتی اگر اجازه کار موسیقی نداشته باشم مهم نیست، فقط بتونم یک کار دیگه ای انجام بدم، هزینه زندگیمو در بیارم و اونجا زندگی کنم. هیچ چی دیگه نمیخوام. پاسپورت ایرانی که دارم، تمام اسناد رسمی ازدواج هم که از سفارت گرفتم. شهرام در کنسرت 17 تیر 1402 اعلام کرد که قصد داره برای همیشه کشور آمریکا را ترک کنه و همین موضوع زمین ساز این شد که برخی از طرفداران این خواننده علت خداحافظیش رو با بازگشتش به ایران مرتبط بدونن. اینطور که به نظر میرسه شهرام شب‌پره از تصمیم خودش کاملا مطمئنه و تمام جوانب را سنجیده. اما شهرام شب‌پره تنها کسی نیست که در رنج دوری از وطن روزگار را می‌گذراند. طی نزدیک به نیم قرن گذشته شاهد خروج بسیاری از هنرمندان، خصوصا اونایی که در حرفه موسیقی فعال هستند بودیم. آدمی مثل حبیب محبیان با قبول شرایط و پذیرفتن قوانین به این فکر افتاد که نیمه میانسالی خودش را در سرزمین مادریش سپری کنه، اما هیچ وقت اجازه برگزاری کنسرت در ایران را نداشت. روح حبیب محبیان عزیز شاد و برای شهرام شب‌پره عزیز هم آرزوی سلامتی و آرامش داریم. لطفاً شما هم یک جمله در وصف آقای شهرام شب‌پره برامون بنویسید. سپاسگزارم از لطفتون به خاطر لایک این ویدیو. و اگر هنوز عضو کانال نیستید، لوگوی سرنوشت را در پایین تصویر مشاهده می‌کنید که با یک کلیک ساده می‌تونید عضو کانال بشید و ویدیوهای ما رو دنبال کنید. خیلی خیلی مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.